به نام خدا. توی این قسمت ما میخوایم آشنا بشیم که وقتی که از طریق شیرپوینت بخوایم یوزرهای اکتیو دایرکتوریمون رو کنترل بکنیم باید چه تنظیماتی رو داخل اکتیو دایرکتوری انجام بدیم. اکتیو دایرکتوری منیجمنت تولزمون رو باز میکنیم. احیانا اگر که اینجا OUI به منظور اینکه سرویس ها و یوزرهای شیرپوینت رو اونجا تعریف بکنیم ساخته باشیم، روی اون کلیک میکنیم. اینجا همینطور که ببینید شیرپوینت سرویس و کلیک راست دلیگیت کنترل رو میخوایم توضیح بدیم. دو تا OU ساخته شده برای SQL سرور 2005 یا شیرپوینت 2007 که اون SQL بتونه با توی اکتیو دایرکتوری سرویس بده، و دلیگیت کنترل رو مشاهده میکنید که با زدن دکمه نکست ما از داخل دامینمون یوزرهایی رو اینجا اد میکنیم. یوزرهایی که اینجا اد میکنیم سرویس هایی هستند که بتونن از طرف شیرپوینت، یکیش IIS است، از طرف شیرپوینت بتونن تنظیماتی رو داخل OU انجام بدن. در حقیقت وقتی ما دلیگیت کنترل را به یوزرها یا یوزرنیم ها یا سرویس هایی واگذار بکنیم، اون یوزرها یا سرویس ها میتونن اونجا یوزر تعریف بکنن یا تغییراتی رو داخل اون تنظیمات انجام بدن. گروه LOAS که من ساختم برای لاگان اس سرویسز رو هم مشاهده کردیم. مرحله بعدی دادن دسترسی به اون دلیگیت ما هست، یعنی در حقیقت تسکایی که این دلیگیت بر عهده میگیره چه چیزهایی باشه. ما سعی میکنیم که تمام اینها رو بهش بدیم و دکمه نکست رو فشار بدیم. در حقیقت اون یوزر ما باید دسترسی داشته باشه تا بتونه همه این کارها رو داخل OU ما انجام بده، و دکمه فینیش رو میزنیم. تنظیمات ما داخل اکتیو دایرکتوری تموم شد. برمیگردیم به شیرپوینتمون رو لبه اپریشنز توی کانفیگور ایمیل سیتینگ. تو اون بلاک اول که اینیبل کردیم که سرور ما ایمیل دریافت کنه، تو بلاک دوم دکمه یس رو زدیم، و توی این قسمت که الان مشاهده میکنید OU خودمون رو داریم آدرسش رو مشخص میکنیم. OU مساویه با کانتینر نیم که همون شیرپوینت سرویس ما هست، ویرگول DC مساوی با دامین، ویرگول DC مساوی کام. همینطور که توی این مثالی که میبینید و طبق اون که من دارم بالا پر میکنم مشاهده میکنید، میبینید که طبق اون دارم من اون تکست باکس رو پر میکنم و اون اطلاعات رو کانفیگور میکنم که مشاهده میکنید چطور باید انجام بشه. SMTP میل سرور اون هست که آدرسش رو اینجا دادیم، و بعد از اون accept message from authenticated users only no رو زده، و تنظیمات دیگه ای که شما انجام میدید.